سلام و عرض ادب خدمت همراهان گرامی. امروز با 159مین وبینار آموزشی با موضوع مشارکت یادگیرندگان در فرایند یادگیری الکترونیکی و راهکارهای ارتقای آن در خدمت سرکار خانم بندعلی هستیم. خانم دکتر، اگر صدای بنده رو دارین، ما مشتاقانه منتظر شنیدن آموزه‌های شما هستیم، در خدمتتون. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شرکت کنندگان گرامی. خیلی خوشحال هستم که این افتخار به من داده شده که در یک فرصت دیگه بتونم امروز در خدمتتون باشم. امروز همطور که مستحضر هستید، قرار هست درباره مشارکت یادگیرندگان در فرآیند یادگیری الکترونیکی صحبت کنیم و ببینیم که حالا آیا میتونیم این مشارکت رو ارتقا بدیم و اگر میتونیم در واقع نحوه ارتقا به چه صورتی هست. بند دکترای مدیریت آموزشیم رو از دانشگاه شهید بهشتی گرفتم. در حال حاضر مدرس این دانشگاه هستم، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، و این افتخار رو داشتم که از اواسط اردیبهشت ماه که طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی شروع شد تا الان مدیر پروژه این طرح باشم و بتونم در واقع در خدمت معلمان عزیز و سیستم آموزشی کشور باشم. همونطور که توی پوستر در واقع ملاحظه کردید، من واژه مشارکت رو انتخاب کردم. اما اگر متون فارسی رو سرچ کنید و بخواید حالا ببینید که در مقالات فارسی و منابع فارسی درباره این موضوع چقدر کار شده، واژه‌هایی رو که میتونید جستجو کنید علاوه بر مشارکت، درگیری و مشغولیت هم هستن. یعنی شما با این سه تا واژه در واقع میتونید این درباره این موضوع جستجو کنید و ببینید که چه منابعی وجود داره و چقدر پژوهش در این زمینه انجام شده. اما در زبان انگلیسی، معمولا چهار واژه خیلی در پژوهش ها استفاده میشه: student engagement, learner engagement, academic engagement و classroom engagement. اینا به نحوی در واقع همشون مرتبط هستن با این حوزه. حالا باز بستگی داره، اگر که شما مثلا بخواید در واقع بیشتر تمرکزتون روی دانش آموزا باشه، پژوهش ها بیشتر از همون واژه student engagement استفاده کردن. و واژه disengagement رو داریم که به معنی نبود درگیری و مشارکت یا فقدان درگیری هستش. حالا در مورد ابعاد درگیری هم من خدمتتون توضیح میدم و خیلی از پژوهش ها به یک، دو یا هر سه بعد درگیری اومدن پرداختن که حالا در اسلایدهای بعدی توضیح میدم خدمتون. اما یک سوال از خدمت شما دارم. اصلا چرا اهمیت داره که دانش آموزا یا دانشجوها یا یادگیرندگان در فرایند یادگیری درگیر بشن؟ خب چه اهمیتی داره که مشارکت داشته باشن توی فرایند یادگیری؟ اگر که لطف بکنید پاسخاتون رو در باکس چت بنویسید ممنونتون میشم، یا اگر که تمایل داشتید بفرمایید که میکروفون رو در واقع فعال کنیم براتون. یه بار دیگه سوالمو میپرسم برای دوستانی که تازه به ما ملحق شدن: چرا اهمیت داره که یادگیرندگان، دانش آموزان یا دانشجویان در فرآیند یادگیری مشارکت داشته باشن؟ دوست عزیزی نوشتن که یادگیری یک فرآیند دو طرف است. دوست دیگه نوشتن کلاس حالت زنده پیدا میکنه و تعاملی میشه، از حالت انفعال خارج میشه. باعث تثبیت یادگیری میشه. بسیار عالی. همونطور که فرمودید، یکی از دوستان هم اشاره کردن، بله باعث بهتر شدن یادگیری میشه.
مشارکت دانش آموزان باعث میشه که پیشرفت کنن، باعث میشه که در اون دوره آموزشی در واقع بمونن، ریزش نداشته باشیم توی دوره، کمک میکنه که پیامدهای یادگیری در واقع کیفیت خیلی بالاتری داشته باشن و یادگیری عمیق‌تری اتفاق بیفته و باعث رشد شناختی یادگیرندگان میشه. و اینکه اگر که دانش آموزان مشارکت نداشته باشن، پژوهش‌ها نشون داده که در واقع افت تحصیلی اتفاق میفته در هر دو مقطع، در واقع متوسطه و آموزش عالی. دلایل خیلی زیادی وجود داره ولی مهمتریناش همین است که شما فرمودید و بنده هم عرض کردم خدمتون. اما حالا مشارکت یا درگیری تحصیلی اصلا چی هست؟ اگه بخوایم یه تعریف خیلی ساده در واقع خدمتون ارائه بکنیم، مشارکت یا درگیری یک انرژی یا یک تلاش هست که یادگیرندگان بیان در محیط یادگیری به کار میبرن برای اینکه در واقع اون یادگیری بهتر اتفاق بیفته و از طریق تعدادی شاخص رفتاری، شناختی و عاطفی قابل تشخیص هستش. پس یه بار دیگه خلاصه میکنم خدمتون، اون انرژی و تلاشی که یادگیرندگان تو محیط یادگیری در واقع میان و به اشتراک میذارن از خودشون، مصرف میکنن اون انرژی رو، ما به اون میگیم در واقع مشارکت یا درگیری تحصیلی. ابعاد مختلفی رو برای این مفهوم اومدن متصور شدن، ولی مشارکتی که ببخشید در واقع اشتراکی که بین نظریه پردازا وجود داره روی سه بُعد هست: بُعد رفتاری، بُعد شناختی و بُعد عاطفی. بُعد رفتاری یعنی چی؟ یعنی فعالیت‌هایی که در واقع یادگیرنده انجام میده برای اینکه بتونه به اهداف برنامه درسی دست پیدا بکنه. شما خب احتمالاً اکثرتون معلم هستید یا حالا مدرس هستید. شما زمانی که میخواین یه آموزشی داشته باشید، دنبال یک سری اهداف یادگیری هستین که دانش آموز یا دانشجو بهش دست پیدا بکنه. اگر که در طول کلاستون یادگیرنده بیاد یک سری فعالیت‌هایی رو انجام بده تا به اون هدف یادگیری دست پیدا کنه، در واقع میتونیم بگیم که بُعد رفتاری مشارکت تحقق پیدا کرد. منظور از بُعد عاطفی یا هیجانی چیه؟ احساسی هست که یادگیرنده درباره آموزش و یادگیری داره یا درباره هر آنچه که به فرایند یادگیری مرتبطه. یعنی حتی احساس یادگیرنده به معلمش، احساس یادگیرنده به همکلاسیاش، احساس یادگیرنده به مدرسهش، به حیات مدرسهش، به پلتفرم یادگیری الکترونیکی، همه اینها بُعد عاطفی رو شامل میشن. منظور از بُعد شناختی چیه؟ بُعد شناختی به تلاش‌های ذهنی یادگیرنده اشاره داره. یادگیرنده ما فکر میکنه، تأمل میکنه تا بتونه مطلبی رو که بهش آموختیم یاد بگیره. این میشه بُعد شناختی درگیری یا مشارکت. پس سه بُعد داشت: رفتاری، عاطفی و شناختی. هر کدوم از این سه بُعد بودنشون یا نبودنشون یک سری شاخص‌هایی داره. پژوهش‌های مختلف رو در واقع بررسی کردیم و این شاخص‌ها رو براتون شناسایی کردیم، ولی یک چیزی که در متون تخصصی مربوط به این مفهوم تأکید شده اینه که این شاخص‌ها شاید خیلی مرزبندی دقیقی نداشته باشن و همپوشانی داشته باشن. یعنی شاید یه مفهوم رو شما بتونید پیدا کنید که به نظرتون بیاد خب این به رفتاری هم میخوره، به شناختی هم میخوره، یا نه مثلا این مفهوم به عاطفی هم میخوره، به شناختی هم میخوره. پس مرزبندی دقیقی نداره. اما حالا تا جایی که میشد یک سری شاخص ها رو ما اومدیم و براتون آوردیم. ما چطور بفهمیم که یادگیرنده ما از لحاظ شناختی درگیر شده؟ عرض کردم که شناختی یعنی تلاش های ذهنی. یادگیرنده در طول فرآیند یادگیری تصمیم های درست میگیره، میتونه استدلال بکنه، میتونه از استراتژی های پیشرفته برای یادگیریش استفاده بکنه، ایده پرداز، ایده داره توی کلاس،
دیدید بعضی از بچه‌ها هستن وقتی سوال می‌پرسیم مثلا میگه خب بچه‌ها الان به نظرتون برای انجام این کار چه کار کنیم، سری دستشون رو میبرن بالا و نظر میدن. این یعنی از نظر شناختی درگیر شده، میاد و در واقع تو آموزش خودش و همسالانش مشارکت داره. این مثلا یه ذره به عاطفی میخوره، عرض کردم یه مقداری هم ممکنه همپوشانی داشته باشن دیگه. اینکه علاوه بر تکالیفی که شما میدید، خودش استقبال میکنه تکالیف بیشتر انجام بده. میاد به شما مثلا میگه که خانم مثلا میشه برای من چند تا مسئله اضافه بدین، خانم مثلا من چیکار کنم که بتونم چند تا تمرین مثلا سخت‌تر حل بکنم، حالا با همون واژگان خودشون. دنبال کارهای چالش انگیزه، یعنی وقتی که بهش یه تکلیفی میدید، یه تمرینی میدید که نیاز داره که فکر بکنه، استقبال میکنه، نمیترسه، فرار نمیکنه، خوشحال میشه که معلمش بهش در واقع کمک بکنه، موضوع رو پیگیری میکنه، درس رو پیگیری میکنه، از خودش تصور مثبتی داره و احساس خودکارآمدی داره. خودش در واقع سعی میکنه که اهداف یادگیر رو متوجه بشه، حتی خودش میاد برای خودش هدف تعیین میکنه، تفکر انتقادی داره، بلافاصله هر چیزی که شما تو کلاس گفتید نمیپذیره بدون تأمل، سعی میکنه مطلب رو خوب متوجه بشه، سعی میکنه تمرکز داشته باشه، خود تنظیمی داره. اگر که حالا خاطرتون باشه یا شرکت کرده باشید، ما چند وقت پیش یه وبینار خیلی خوب در حوزه خود تنظیمی داشتیم، آقای شعبانی ارائه داشتن. هدفمند هستش، دنبال این هست از همکلاسیاش یاد بگیره و دنبال این هستش که عمیق یاد بگیره. خب اینا شد شاخصهای درگیری شناختی. حالا اگر که دانش آموز یا دانشجوی ما از نظر شناختی درگیر نشده باشه چه حالاتی داره؟ چطور میتونیم بفهمیم؟ اجتناب میکنه از این که درگیر فعالیت‌های کلاسی بشه، سردرگمه، هدف نداره، احساس درماندگی میکنه، مخالفت میکنه با اینکه بخواد مشارکت داشته باشه، پیشنهادات شما رو رد میکنه، پیشنهادات همکلاسیاشو رد میکنه، خودشو کنار میکشه، خودشو جدا میکنه از کلاس و ناامیده. اینها اگه دقت کنید بعضیش به عاطفی میخوره، ولی حالا بیشتر در واقع در حوزه شناختی قرار داده شده. بریم سراغ بعد دوم. شاخصهای درگیری عاطفی یا هیجانی چیا هستن؟ گفتیم به احساس برمیگرده، یعنی اینکه چه احساسی نسبت به هر آنچه که مربوط به فرآیند یاددهی یادی هست داره. احساس خوب داره، قدردانی میکنه، شوق داره، اعتماد به نفس داره، با همسالان و معلمان تعاملات مثبت داره، دوست داره کارها رو خوب انجام بده، احساس تعلق خاطر داره به کلاس، احساس تعلق خاطر داره به مدرسه، ذوق و نشاط داره، احساس رضایت داره، علاقه داره و این علاقهش رو نشون میده، احساس غرور داره، کنجکاوه، از یادگیری لذت میبره، برای یادگیری ارزش قائل میشه و هیجان داره در فرآیند یادگیری. و اگر این احساس وجود نداشته باشه چطور میتونیم متوجه بشیم؟ دانش آموز احساس اضطراب و نگرانی داره، بی علاقه است، خسته میشه، دوست نداره فرآیند یادگیری رو، خودش رو سرزنش میکنه، احساس شرمساری و خجالت داره، عصبانی، غمگینه و ناامیده. اینها همه میتونن، این که حالا 100%، یک دلیلش در واقع میتونه به این دلیل باشه که دانش آموز از لحاظ عاطفی درگیر فرایند یاددهی یادگیری نشده. و بعد سوم، درگیری رفتاری. چطور متوجه بشیم که دانش آموز درگیری رفتاری داره؟ این دیگه از همش آسان‌تره چون کاملا قابل مشاهده است. دانش آموز تلاش میکنه، توی کلاس حضور داره، یک سری عادتهایی برای مطالعه داره، برنامه ریزی داره، در واقع فعالیتها رو انجام میده، تکمیلشون میکنه، توی کلاس مشارکت داره، مسئولیت به عهده میگیره. یعنی موقعی که شما مثلا میپرسین خب بچه کی داوطلبه الان این کار رو انجام بده، سریع دستش میره بالا. فقط تمرکزش حالا رو اون حوزه خاص نیستش، سعی میکنه که در واقع موضوعات مختلف و چند رشته‌ای رو بیاد یاد بگیره، درگیرشون بشه، خیلی راحت میاد از دیگران کمک میخواد، خجالت نمیکشه، معذب نیست برای کمک گرفتن از بقیه. تمرکز و توجهش تو کلاسه. اگه خاطرتون باشه اینو تو ابعاد دیگه هم داشتیم، تمرکز و توجه. از همکلاسیاش حمایت میکنه، اونا رو تشویق میکنه، فرار نمیکنه از اینکه تکلیفش رو انجام بده یا وسط کار رهاش بکنه،
پایداری داره، ثبات داره در انجام اون وظیفه‌ای که به عهده‌اش گذاشتیم. با همسالانش، با معلمان، با محتوا و با فناوری تعامل داره. سعی میکنه که مطالب دوره رو پیگیری کنه، به دست بیاره، ببینه خب ما مطلب رو کجا بارگذاری کردیم، حتما مطلب رو دریافت بکنه و دنبال این هستش که فرصت‌های یادگیری رو در واقع شناسایی کنه. خب چطور متوجه بشیم که دانش آموز درگیر نشده از نظر رفتاری؟ سر کلاس که میاد آماده نیست. انجام تکالیف رو دائم به تأخیر میندازه. خیلی توجه نمی‌کنه به درس، تمرکز نداره، بیقراره، نمیتونه پشت سیستم بشینه، حواسش پرته، خسته میشه، تمرین رو رها میکنه، درس رو رها میکنه، سر کلاس غیبت میکنه. حالا این شاید تو مدرسه نداشته باشیم ولی تو دانشگاه خیلی بروز داره در واقع این قضیه. کارا رو تموم نمیکنه، نصف نیمه رها میکنه و خیلی تردید داره در واقع در انجام فعالیت هایی که انجام میده. پس ما الان اومدیم سه تا شاخص رو اومدیم در واقع خدمت رو معرفی کردیم و گفتیم که در واقع ما چطور میتونیم ببخشید سه بود رو و چطور میتونیم متوجه بشیم که این سه بود وجود دارن یا وجود ندارن. حالا ما چطور میتونیم مشارکت و درگیری یادگیرندگان رو اندازه‌گیری بکنیم؟ خب ما تعریفش رو متوجه شدیم، ابعادش رو هم یاد گرفتیم، شاخصهاش رو هم متوجه شدیم. حالا چجوری میتونیم اندازه‌گیری کنیم؟ اندازه‌گیریش طبیعتاً خب یک سری روش‌هایی داره. یک سری پرسشنامه‌هایی هستش که هم از خود یادگیرنده میان میپرسن که در واقع بدونن که این فرد درگیر یادگیری شده یا نه، هم از معلمش میان میپرسن و این پرسشنامه ها اغلب به صورت حالا کمی هستن، موارد کمی رو و قابل شمارش رو میان میسنجن. یا مثلا روش های مشاهده ای، فرم مشاهده ای طراحی میکنیم که فراوانی های رفتار رو مثلا میسنجه که این هم در واقع یه روش کمی هست. از روش‌های کیفی چیا داریم؟ پرسشنامه‌های بازپاسخ رو داریم، مصاحبه‌ها رو داریم، مشاهده‌هایی رو داریم که کیفیت رو میان می‌سنجن. و یک چیزی که در واقع خیلی می‌تونیم بیشتر شاید بهش اعتماد کنیم، ابزارهایی هستن که به صورت خودکار فعالیت‌ها رو ثبت و ضبط می‌کنن. مخصوصاً در محیط یادگیری الکترونیکی. اگر که شما در مدرسه‌تون احیاناً از مثلا LMS استفاده کرده باشین، LMS مودل داشته باشید، یک قسمتی هست که شما میتونید گزارش بگیرید، میگن لایک فایل بگیرید. این گزارش ها نشون میده که کدوم از دانش آموزهای شما اومدن کدوم تکلیف رو باز کردن، اگه مثلا فیلم یا فایل صوتی پخشش کردن، چقدر در واقع داخل LMS حضور داشتن، چند بار در هفته به LMS سر زدن. این فعالیت ها ثبت و ضبط میشه و به کمک تحلیل این فعالیت ها ما میتونیم متوجه بشیم که دانش آموزان ما یا دانشجویان ما چقدر درگیر فرایند یاددهی یادگیری هستن. ابزارهای خیلی زیادی وجود داره که توی این شکل هم میتونید ملاحظه بکنید و در واقع میشه حالا سرچ کرد و این ابزارها رو به دست آورد. همونطور که در ستون آخر ملاحظه میکنید، بعضی از این ابزارها هستن که هر سه بُعد شناختی و عاطفی و رفتاری رو پوشش میدن، بعضیشون نه، فقط یک بُعد رو مورد سنجش قرار میدن که حالا چون اینجا خیلی فرصتش نیست من از این قسمت رد میشم. هر کدوم از این ابزارها مزایا و معایب خودشون رو دارن، یعنی مواردی که خدمتتون عرض کردم اینجوری نیستش که بدون ایراد باشن. مثلا یه نمونهش رو خدمتتون عرض می‌کنم. وقتی که ما میایم از ابزار پرسشنامه استفاده می‌کنیم و از خود یادگیرنده می‌خوایم که بیاد و بگه که چقدر درگیر فرایند شده، اینجا ممکنه اون یادگیرنده اولا سنش کم باشه، درک نکنه سوالات ما رو، ثانیا ممکنه که حتی اصلا دانشجو باشه ولی به اندازه کافی خود آگاهی نداشته باشه. وقتی خود آگاهی نداشته باشه خیلی شاید نتونه درست به سوالات پاسخ بده. بقیه روش هم هر کدوم مزایا و معایب خودشون رو دارن که در واقع در وبینار امشب نمی گنجن. اما عوامل مؤثر بر مشارکت و درگیری یادگیرنده در فرآیند یادگیری چیا هستن؟ ما عوامل خیلی زیادی داریم که میتونن این مشارکت و درگیری رو کاهش یا افزایش بدن. اما این عوامل به 5 گروه اصلی طبقه بندی شدن. این رو الان در واقع میخوام شما کمکم کنید. به نظرتون اون 5 گروه چیا هستن؟ کلاس خودتون رو تصور کنید. فرآیند یاددهی یادگیری رو تصور کنید. به نظرتون 5 گروهی که یا در واقع 5 عامل اصلی که
میتونه باعث بشه مشارکت و درگیری یک یادگیرنده ارتقا پیدا کنه یا کاهش پیدا کنه چیا هستن؟ خب اولیش رو دوستمون گفتن معلمه که درسته، تشکر. محیط هم در واقع محیط یادگیری هم درسته، دانش آموز درسته. سه تاش رو فرمودید، دو تای دیگه مونده، یکی دانش آموزه، یکی معلمه، یکی محیط یادگیریه. یکم تصور کنید، یادتون میاد موقعی که دارید با دانش آموزانتون مثلا سر کلاس صحبت میکنید، درس میپرسین، چه مشکلایی باعث شده که حواسشون پرت بشه، تمرکز نداشته باشن؟ خب حالا ابزار یا حالا در واقع به نوعی کاتگوری بزرگترش که همون فناوری هست هم صحیحه. خب حالا ما هم دیگه میریم میبینیم. مهمترین عامل خود یادگیرنده است. در ذیل در واقع گروه طبقه یادگیرنده یک سری در واقع عواملی وجود داره که میتونه باعث بشه که مشارکت و درگیری یادگیرنده بیشتر بشه یا کمتر بشه. مثلا انگیزش، علاقش، در واقع اون هویتی که فرد در واقع از خودش متصور هست، اینکه چقدر دانش و مهارت فناوری اطلاعات و ارتباطات داره، چقدر پذیرش تکنولوژی داره، در واقع دافعه نداره مثلا، یا حالا مثلا میگم تکنوفوبیا نداره، تکنولوژی فناوری هراسی نداشته باشه، تجربیات قبلیش درباره فناوری به چه صورت بوده باشه، آیا تجربیات مثبت خوبی داره یا نه، مثلا یه در واقع تجربه منفی از یادگیری با فناوری داره، شخصیتش، خودکارآمدیش، خودتنظیمیش و سلامت و تندرستیش، همه اینها میتونه در واقع تاثیر داشته باشه. گروه دوم عوامل مربوط به معلم هستن. معلم چقدر حمایتگره، چقدر وقت میذاره برای یادگیرنده، چقدر دانش و مهارت فناوری اطلاعات و ارتباطات داره، پذیرش تکنولوژیش در چه حدیه، چقدر از تکنولوژی استفاده میکنه، تجربه های پیش از این به چه صورتی بوده، چقدر در واقع تو اون محتوا و موضوع تسلط داره، چقدر برای توسعه حرفه‌ای خودش وقت گذاشته، چقدر عضو شبکه‌های حرفه‌ای هست و از همسالان خودش یاد میگیره، چقدر توی دوره حضور داره، چقدر در طول هفته مثلا حضور داره، تعامل داره، یعنی بین دوتا کلاس ها چقدر در واقع ارتباط داره با دانش آموزانش، چقدر بازخورد میده، چطور بازخورد میده. اینها عوامل مربوط به معلم. سومین عامل محیط یادگیری و فناوری هست که دوستان اشاره کردن. توی این محیط ما چقدر دسترسی به فناوری داریم؟ قابلیت استفادهش به چه صورتی؟ راحت میشه استفاده کرد؟ طراحی این محیط درست انجام شده؟ حالا هم از بُعد پدagogیکی هم از بُعد فناورانه. آیا دسترسی پذیریش در سطح بالایی؟ راحت ما میتونیم در واقع بهش دسترسی داشته باشیم، به امکاناتش دسترسی داشته باشیم؟ آیا فناوری که انتخاب شده در واقع درست انتخاب شده؟ آیا این محیط طوری هستش که احساس تعلق به اجتماع رو بتونه در یادگیرندگان ایجاد بکنه؟ آیا امکانات پشتیبانی داره؟ امکانات سنجش داره؟ امکانات فعالیت‌های همکارانه و مشارکتی و همیارانه داره؟ محتوایی که تو این محیط قرار میگیره چه ویژگی‌هایی داره؟ مثلا حجمش چقدره؟ پس اینها هم یه سری عوامل مربوط به محیط یادگیری میشد. گروه بعدی همسالان هستن. ارتباط بین همسالان به چه صورتی؟ آیا ارتباطشون دوستانه است؟ محترمانه است؟ حد و مرز بین روابطشون آیا مشخص هستش؟ به هم دیگه توجه میکنن؟ چیزایی رو که دارن به هم میدن، با هم اشتراک میذارن؟ آیا جواب درخواست کمک دیگران رو میدن؟ آیا خودشون در واقع میان محتوا تولید بکنن؟ امکانش رو دارن؟ فرصت هایی اصلا وجود داره که اینا با هم دیگه بخوان همکاری بکنن؟ پس این هم شد در واقع بُعد همسالان. و فکر میکنم که این بُعد رو کسی از دوستان اشاره نکرد که خانواده هستن. خب خانواده فرد خیلی تاثیر دارن. اون خانواده چقدر در واقع پذیرش تکنولوژی دارن، درک درستی از تکنولوژی دارن،
تجربه هایشون نسبت به تکنولوژی چی بوده، سطح تحصیلات والدین به چه صورت بوده، ارتباطات داخل خانواده به چه صورتیه. دیگه این خودتون بهتر از من میدونید، موقعی که مثلا دانش آموز انتظار داریم که بیاد میکروفونش رو روشن بکنه، آیا واقعا توی اون خونه آرامش وجود داره؟ آیا دانش آموز میتونه با خیال راحت اون میکروفون رو روشن بکنه و نگران این نباشه که هر لحظه صدای فریاد بلند شه از یک سمت خونه؟ والدین چقدر درگیر فرایند یاددهی یادگیری هستن؟ چقدر دنبال این هستن که خودشون رو ارتقا بدن؟ ارتباط خود والدین با محتواها به چه صورتی هسته؟ چقدر دانش و مهارت فناوری اطلاعات و ارتباطات دارن؟ همه اینها خیلی مهمه. حتی توی یه خانواده اگر که والدین کتاب خون باشن، خیلی تاثیر داره که حالا فرزندشون چقدر، یعنی چه دیدگاهی نسبت به یادگیری داشته باشه و چقدر درگیر فرایند یاددهی یادگیری باشه. این پس پنج در واقع عامل اصلی بود که روی مشارکت یادگیرندگان تأثیر داره. و میرسیم به راهکارها. حالا چطور ما میتونیم مشارکت و درگیری یادگیرندگان رو در فرآیند یاددهی یادگیری ارتقا بدیم؟ اینجا هم میتونیم بگیم که در واقع سه طبقه اصلی داره. اگر که چند روز قبل حضور داشته باشید در وبینار خانم دکتر مردی، یک مدلی رو معرفی کردن تحت عنوان تیپک، که توی اون مدل در واقع اومدن اینطور صحبت کردن در اون وبینار که کافی نیست که ما تکنولوژی رو بشناسیم یا بیایم از تکنولوژی استفاده کنیم در فرآیند یادگیری، حتی کافی نیستش که ما به محتوا تسلط داشته باشیم، کافی نیست که ما به روش تدریس آگاه باشیم و انواع و اقسام روش‌های تدریس رو بشناسیم، لازم هست که ما بدونیم که چطور میتونیم اینها رو با همدیگه تلفیق کنیم، که حالا یه بحث مفصلی بود که توصیه میکنم که حتما وبینارشون رو ببینید. در مورد راهکارها هم میتونیم بگیم که در واقع یک بخش اصلی راهکارهای محتوایی هست که حالا من نمیخوام بهش بپردازم، میتونید به سایت طرحمون مراجعه بکنید، من بعد از اینکه حالا ارائه‌ام تموم شد سایت رو باز میکنم خدمتتون نشون میدم. تعداد زیادی وبینار ما در این حوزه محتوایی در واقع برگزار کردیم، میتونید مراجعه کنید، از محتوای وبینارها استفاده کنید. یک بُعد دیگه هم پداگوژیکی هست که اون رو هم نمیخوام بهش خیلی بپردازم، چون در این زمینه هم ما خیلی وبینار داشتیم، ولی فقط خلاصه بگم خدمتتون، یکی از در واقع راهکارهای پداگوژیکی که تایید شده بر این که تایید شده که میتونه مشارکت و درگیری رو ارتقا بده کلاس معکوس هست، به شرط اینکه درست برنامه‌ریزی بشه، درست اجرا بشه. کلاس معکوس رو فکر میکنم اکثرتون آشنا باشید، اگرم که آشنا نیستید یه وبینار چند وقتی پیش داشتیم خانم دکتر علیخانی درباره این موضوع صحبت کردن، میتونید ملاحظه بفرمایید فیلمش رو، توی آپارات هست، تو سایتمون هم هست. روش‌های تدریس فعال رو اگر که استفاده کنید، مشارکت و درگیری یادگیرندگان افزایش پیدا می‌کنه. چند تا مثال اینجا براتون نوشتم. ایفای نقش، پرسش و پاسخ یا یادگیری اکتشافی. از روش یادگیری همیارانه و تکنیک‌های یادگیری همیارانه اگر استفاده کنید، به شدت تأثیر داره روی اینکه درگیری و مشارکت یادگیرندگان افزایش پیدا بکنه. این رو هم چند وقت پیش خانم دکتر علیخانی یه وبینار برگزار کرده بودن که اگر که حالا دوستان لینکش رو داشتید توی باکس چت بذارین که بقیه دوستان بتونن سریع‌تر دسترسی پیدا کنن. حتما وبینار یادگیری همیارانه ملاحظه بفرمایید. تکنیک‌های زیادی در واقع اونجا اومده معرفی شده برای ارتقای مشارکت و درگیری یادگیرندگان. و بازی‌های آموزشی، البته اینجا منظورم از بازی‌های آموزشی روش تدریس هستش، یعنی در واقع روش تدریس ما بازی باشه و ما فرآیند یاددهی یادگیری رو کامل به صورت بازی طراحی کرده باشیم که یادگیرنده بتونه مشارکت داشته باشه. یه چیز جالبی که من تازگی شنیده بودم، یکی از دانشجوها میگفت تخصصش طراحی اتاق فراره و خب خیلی به نظرم جالب بود. میگفت من با معلم ها صحبت میکنم، به من میگن که مثلا در یک جلسه کلاسشون قراره چه اتفاقی بیفته، اهداف یادگیری چیه، و من فرایند کلاس حضوری یا حتی مجازیشون رو به صورت یک اتاق فرار طراحی میکنم و به این صورت هستش که
دانش آموزا تو هر مرحله باید مثلا جواب یک سوالو پیدا کنن، بعد از اینکه جواب دادن در واقع در اون اتاق باز میشه، وارد اتاق بعدی میشن. خب این در واقع اومده فرایند رو تبدیل به یک بازی کرده و خیلی میتونه در واقع کمک کننده باشه برای اینکه مشارکت و درگیری یادگیرندگان ارتقا پیدا کنه. اما یه مقدار من بیشتر میخوام تمرکزم روی راهکارهای فناورانه باشه. این اصلاً به این معنی نیستش که راهکارهای فناورانه مهمتر هستن. نه، فقط چون اون دوتا رو قبلا توی وبینارامون پرداختیم، یه مقدار الان میخوام بیشتر درباره راهکارهای فناورانه صحبت کنم. وگرنه همونطور که خدمتون عرض کردم، چیزی که اهمیت داره اینه که شما بتونید پداگوژی، محتوا و فناوری رو درست با هم استفاده کنید، درست تلفیقشون کنید با هم دیگه. خب یه سوال دارم از خدمتون. آیا ما میتونیم بگیم که فناوری به اضافه دانش آموزان مساویه با درگیری تحصیلی؟ خب بعضی از دوستان گفتن بله، بعضی ها گفتن خیر. خانم نسیم چرا لزومن نه؟ یا خانم اسخری چه چیزی کم داره؟ خانم نسیم میگن جای معلم خالیه. خانم اسخری اشاره میکنن که روش خیلی اهمیت داره. خب فکر میکنم 15 نفر پاسخ دادن، 143 نفر تو جلسه تشریف دارن. روش درست بعد استفاده بشه، جای پداگوژی خالیه. اگه اجازه بدید این رو در آخر وبینار دوباره برمیگردیم بهش. خب حالا بریم سراغ راهکارهای فناورانه. من خیلی گشتم ببینم که در واقع چه فناوری هایی رو، خب ما خیلی فناوری های بسیار زیادی داریم، شما به اندازه کافی باشون شاید آشنا شده باشین، انواع و اقسامشون رو هم در وبینارهای طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی وبینارشون رو داشتیم. اما خب من می‌خواستم در واقع عرایزم مبتنی بر پژوهش باشه. 5 فناوری بودن که خیلی بیشتر از بقیه فناوری‌ها درباره‌شون پژوهش انجام شده بود که چه تأثیری روی انگیجمنت یا در واقع همون درگیری و مشارکت دارن، که من این 5 تا رو آوردم براتون: وب کنفرانس، بلاگ، شبکه‌های اجتماعی، ویکی و بازی‌های دیجیتال. وب کنفرانس مثل چی؟ در واقع وب کنفرانس در واقع همون فناوری هست که به شما اجازه میده که بتونید در واقع یک تعامل مستقیم داشته باشید. حالا حالت‌های مختلفش رو شما دیدید. یه موقع ممکنه که مثلا حالا اسکای روم باشه که ما میتونیم با هم دیگه تعامل هم داشته باشیم. یه موقع ممکنه که یه مقدار در واقع یه طرفه تر باشه. یعنی شما فقط در واقع صدا و تصویر من رو مشاهده می‌کنید و شاید امکان بازخوردهی نداشته باشید. یک سری فناوری‌های وجود داره که به شما اجازه میده کلاس مجازی برگزار کنید، وبینار برگزار کنید، وب کنفرانس داشته باشید. حالا من به طور کلی، اینا یه مقدار با هم دیگه تفاوت داره، ولی من به طور کلی آوردم که حالا تو وقت صرفه‌جویی بشه. از جمله آدوبی کانکت، بیگ بلو باتن، گوگل میت، اسکایپ، زوم، مایکروسافت تیمز، اوپن میتینگ و اسکای روم. با احتمالاً چند تا از اینا حتما توی دوران کرونا شما اومدید کار کردید. اما حالا ببینیم که این وب کنفرانس یا همون یا مثلا کلاس مجازی یا حالا در واقع این وبینارها و اینها چقدر تأثیر داشته روی درگیری و مشارکت دانش آموزا. اینجا رنگ سبز که مشاهده می‌کنید یعنی اینکه بیشتر از 3 پژوهش وجود داشته که تایید کرده که وب کنفرانس تأثیر مثبت روی درگیری و مشارکت دانش آموزان داره. اینو در نظر داشته باشین که شاید واقعا بتونیم بگیم 3 پژوهش شاید کم باشه، ولی حالا فعلا مبنا در واقع 3 پژوهش قرار داده شده. رنگ زرد یعنی چی؟ رنگ زرد یعنی اینکه اصلا پژوهشی انجام نشده که ما بدونیم که
آیا به کنفرانس روی بُعد عاطفی و بُعد شناختی تاثیر داشته یا نداشته؟ یا پژوهش‌ها خیلی کمتر از تا بوده؟ مثلا یه دونه پژوهش انجام داده. رنگ قرمز یعنی چی؟ یعنی بعضی از پژوهش‌ها گفتن تاثیر مثبت داره، بعضی‌ها گفتن که تاثیر نداره، بعضی‌ها گفتن تاثیر منفی داره. یعنی نتایج خیلی متفاوت بوده. پس در واقع فقط وب کنفرانس در بیشتر از 3 تا پژوهش گفته شده که روی تعامل که در واقع زیر مجموعه بُعد رفتاری هست تاثیر مثبت داره. بریم سراغ فناوری بعدی. بلاگ. خب سرویس دهنده های در واقع ساخت بلاگ رو شما میشناسید. حالا این توی انگلیسی ها در واقع غیر فارسی ها رایج ترینشون بلاگ اسپات و وردپرس هستن. توی ایرانی ها میهن بلاگ، بلاگ فا، بلاگ اسکای، پرشن بلاگ و حالا خیلی در واقع سرویس دهنده های دیگه هستن. 2-3 تا وبینار خیلی خوب هم ما داشتیم که در واقع آموزش داده بودن که به چه صورتی از بلاگ بهتر بیاییم استفاده بکنیم برای ارتقای فرآیند یادگیری که توصیه میکنم حتما ملاحظه بفرمایید. اما آیا وبلاگ تاثیر داره در مشارکت و درگیری دانش آموزا؟ در بُعد رفتاری نشون داده شده که تعامل رو ارتقا میده. در بُعد عاطفی نشون داده که علاقه رو ارتقا میده. اما در مورد مشارکت، تعلق خاطر، انگیزه و مداومت پژوهش‌های زیادی انجام نشده و در مورد یادگیری عمیق هم نتایج خیلی در واقع متفاوت بوده و نمیشه اظهار نظر کرد. ویکی چطور؟ اگر که وارد گوگل سایتس بشید، یعنی در واقع قسمتی هستش که حالا تو خود موتور سرچ گوگل هم میتونید سرچ کنید که دسترسی داشته باشید به امکانات گوگل که به شما اجازه ساخت سایت میده، یکی از انواع سایت هایی که به شما معرفی میکنه ویکی ها هستن. همه شما ویکی رو میشناسید دیگه، مثل ویکیپدیا. یک فضایی هستش که افراد به صورت جمعی میتونن تولید محتوا داشته باشن. اگر که در واقع از گوگل سایت استفاده کنید، یکی از انواع سایت هایی که بهتون معرفی میکنه و میتونید بسازید ویکی هست. فقط یه محدودیت داره، اونم اینه که بعضی از سرویس دهنده های اینترنت در ایران نمیدونم حالا به چه دلیل در واقع سانسورش کردن و نمیتونید شما وارد بشین. سایت بسته شده، فیلتر شده، ببخشید سانسور نه، فیلتر شده، نمیتونید وارد سایت بشید. بله قبول دارم که مشخص نیست که چقدر حالا علمی هست، چقدر مستنده، ولی شما برای کلاس خودتون میخواید استفاده کنید. شما در واقع از ویکی میخواید استفاده بکنید که یک فضای تعاملی و در واقع اشتراکی ایجاد کنید که همه بچهاتون با همدیگه بیان محتوا بنویسن، محتوا تولید کنن، محتوای همدیگر رو تکمیل کنن. اگر تو مدارستون از LMS مودل هم استفاده بکنید، پلاگین ویکی داره که در واقع قابل استفاده است. اما حالا به جز این میتونید وارد سایت ویکی ماتریکس یا حالا سایت های دیگه هم وجود داره یا مثلا ویکیپدیا هم حتی بشید، انواع و اقسام نرم افزارهایی رو که به شما اجازه میده تا ویکی تولید بکنید رو مشاهده بکنید و بتونید با همدیگه مقایسهشون بکنید، چون ویکی ها امکانات خیلی متفاوت و متنوعی دارن. میتونید به امثال این سایت ها در واقع مراجعه کنید، ببینید حالا کدوم از ویکی ها، کدوم از سرویس دهنده ها امکاناتی رو که شما دنبالش هستین رو پوشش میدن و در اختیارتون قرار میدن. اما آیا ویکی تاثیر مثبت داره؟ در مورد مشارکت و تعامل مشخص نیست، تناقض وجود داره. درباره علاقه، تعلق خاطر، انگیزه، مداومت و یادگیری عمیق هم پژوهش‌های زیادی انجام نشده. بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. خب توی ایران معروف‌ترین شاد هستش که شما باهاش سر و کار داشتید و یه سری شبکه‌های اجتماعی که حالا اگر بخوایم مناسب دانش آموزا نام ببریم، ادمودو هستش و یه سری هم شبکه‌هایی هستن که حالا شبکه‌های اجتماعی عمومی هستن که برای در واقع اهداف آموزشی هم استفاده شدن، مثل مثلا توییتر و فیسبوک.
توی پژوهش‌ها بیشتر روی توییتر و فیسبوک کار شده و همین من همون دوتا رو آوردم خدمتتون. در مورد فیسبوک همونطور که ملاحظه میکنید علاقه افراد به یادگیری رو ارتقا میده، تعامل رو هم همینطور، ولی درباره مشارکت و یادگیری عمیق نظرات، یعنی در واقع نتایج پژوهش‌ها خیلی متفاوت و متناقض بوده. در مورد انگیزه مداومت و تعلق خاطر هم پژوهش زیادی انجام نشده. در مورد توییتر مشارکت و تعامل رو نتایج متفاوت بوده، یادگیری عمیق مثبت بوده نتیجه. و البته یه ذره برای من عجیبه، نمیدونم توییتر چجوری میتونه باعث یادگیری عمیق بشه. در مورد علاقه، تعلق خاطر، انگیزه و مداومت هم پژوهش‌های زیادی انجام نشده. این حالا دو تا در واقع شبکه اجتماعی بودن که حالا بیشتر استفاده شدن برای اهداف آموزشی. بازی‌های دیجیتال هستن در واقع که شما میتونید حالا انواع و اقسام بازی‌های دیجیتال رو سرچ کنید. ما فکر میکنم که 6 وبینار داشتیم که آقای دکتر جلیلیان تشریف آوردن و تعداد زیادی فناوری و بازی دیجیتال رو برای یادگیری ریاضی معرفی کردن که حتما توصیه میکنم به اونا مراجعه بکنید. اگه اشتباه نکنم خانم امینفر یه وبینار داشتن در واقع یه سری فناوری ها و بازی هایی رو برای یادگیری فکر کنم جغرافی و چند درس دیگه معرفی کرده بودن. بازی های دیجیتال رو اگر سرچ کنید در واقع خیلی زیاد میتونید انواع و اقسام بازی ها رو شناسایی بکنید. اگر دقت کنید اینجا وضعیت بازی ها یه مقدار بهتره. یعنی بازی ها هم روی علاقه، هم روی انگیزه و هم روی یادگیری عمیق تأثیر مثبت داشته. ولی در مورد حالا مشارکت، تعامل، تعلق خاطر و مداومت یک مقدار پژوهش ها کم بوده. یه نکته در مورد بازی ها میخوام خدمتون عرض کنم. به طور اتفاقی روز چهارشنبه در واقع روزنامه فرهیختگان دیدم که یک مطلبی رو گذاشتن تحت عنوان واردات 98% در بازار 4000 میلیارد تومانی بازی. البته این بازار بازی رو به صورت کلی اومده صحبت کرده، نه بازی های آموزشی. ولی همین رو هم بررسی کنیم متوجه میشیم که وضعیت بازی های آموزشی چقدر در واقع ضعیف هستش. اومده گفته که گردش مالی صنعت بازی توی ایران 4300 میلیارد تومنه، اما سهم بازی سازان و تولید کنندگان داخلی 110 میلیارد تومنه، یعنی تقریبا معادل 2.6%. یعنی ما 98% بازی های دیجیتالی رو که استفاده میشه وارد میکنیم، حدود 2.6%ش رو تولید میکنیم. مرکز تحقیقات بازی های دیجیتال اومده چه نتایجی رو اعلام کرده، چه آماری رو اعلام کرده. گفته 32 میلیون نفر در ایران بازی میکنن. از هر 100 ایرانی 38 نفر بازی های دیجیتال رو در واقع درگیرش هستن و بازی میکنن. به طور متوسط این 32 میلیون نفر 93 دقیقه در روز بازی میکنن. 42% بازیکنهای ایرانی هم کودک و نوجوان هستن. و یه آمار دیگه هم داده که جالبه، گفته کلن تو ایران 42 تا شرکت بازیساز داریم و حدود 550 نفر نیروی تمام وقت هستن. این عرض کردم برای کل صنعت بازیه. حالا شما دیگه حساب بکنید چقدر در واقع بازی های آموزشی سهمش کمتره و جاش خالی هست در این بازار. این نکته رو اینجا آوردم چون عقیده شخصی من اینه که آینده آموزش شاید واقعا بدون بازی معنا نداشته باشه. اکثر ما هم متعلق به نسل دیجیتال نیستیم، ولی بچه‌هایی که برای نسل دیجیتال هستن، بچه‌هایی که در دهه اخیر به دنیا اومدن، خیلی نگاهشون در واقع به دنیا با ما متفاوت هستش و طبیعتاً نگاهشون به یادگیری هم با ما متفاوت هستش. ما اگه میخواییم زبان اونها رو بفهمیم، اگه میخواییم به اونها نزدیک بشیم، باید بازی کنیم، باید بازی یاد بگیریم، باید مهمتر از همه اینها طراحی بازی انجام بدیم. من فکر میکنم که معلمهای ما بیشتر از هر قشر دیگه باید وارد حوزه طراحی و تولید بازی بشن
من نمیدونم تا الان چند نفر شما به این موضوع فکر کردید یا اصلا تجربهش رو داشتید که بخواید توی یه تیم بازی سازی باشید، ولی فکر میکنم که شما بهتر از هر فرد دیگه ای میدونید که دانش آموزا در فهم چه مطالب درسی مشکل دارن یا با این روش های روتینی که ما سالهاست داریم ازشون استفاده میکنیم مشکل دارن و نمیتونن اونجوری که باید و شاید درگیر یادگیری بشن و یادگیری براشون اتفاق بیفته. من فکر میکنم که خیلی اهمیت داره که شما به عنوان معلم وارد این حوزه بشید. حالا قرار نیستش که ما در واقع بیایم بازی رو تولید بکنیم، مهندسای نرم افزار باید این کار رو انجام بدن، ولی شروع کننده اون فرایند ما باید باشیم، طراح اون فرایند ما پداگوژیستا باید باشیم، ما معلم ها باید باشیم، ما هستیم که باید نیازهای یادگیری بچه‌هامون رو تشخیص بدیم و ما هستیم که باید فکر کنیم که این نیازها به چه روشی در واقع میتونه برطرف بشه. اینم موضوعی بود که در واقع دلم میخواست بهش بپردازم. بعد دوباره برمیگردم به این سوالی که اونجا داشتیم که گفتم آخر وبینار بهش برمیگردم که آیا فناوری به اضافه دانش آموزان مساویه با درگیری تحصیلی؟ قطعا اینجوری نیست. الان تو تمام این اسلایدهایی که بعد از این اسلاید من خدمتتون نشون دادم ملاحظه کردید که دانش آموز وجود داشته یا دانشجو وجود داشته، یه فناوری مثل وبلاگ، ویکی، شبکه‌های اجتماعی، حتی بازی اومده اضافه شده و لزوماً تأثیر مثبت نداشته بر سه بعد درگیری دانش آموز. پس جای چیزهای دیگه خالی هست، جای روش تدریس خالیه، جای برنامه ریزی خالیه، جای تیپک خالیه، یعنی تعامل صحیح و در واقع تلفیق صحیح بین روش تدریس و محتوا و فناوری. و اگه هر کدوم از اونها نباشن، در واقع اون درگیری تحصیلی و اون مشارکت واقعی که ما دنبالش هستیم اتفاق نمیفته. یک هدف دیگه هم داشتم از این که بخوام در واقع اینها رو به شما نشون بدم. خب وقتی شما این اسلاید ها رو ملاحظه میفرمایید، خب ممکنه اینجوری فکر کنید خب پس از این 6-7 اسلاید آخر چه چیزی آید من شد؟ من که نمیتونم حتی با اطمینان بگم که مثلا بلاگ روی تعامل تأثیر مثبت داره، چون 3 پژوهش اومده این موضوع رو مثلا تایید کرده. این اسلاید ها رو آوردم که خدمتتون عرض بکنم که موضوع انگیجمنت علل خصوص در یادگیری الکترونیکی موضوع فوق‌العاده جدیدی هست. وقتی که من اومدم تمام پژوهش‌های حوزه آموزش رو در دوران کرونا به کمک یکی از نرم‌افزارهای تحلیل شبکه‌های اجتماعی در واقع اومدم تحلیل و بررسی کردم، واژه‌ای که بیشتر از همه مورد توجه پژوهشگرا بود انگیجمنت بود. این نشون میده که اولا انگیجمنت موضوع خیلی قدیمی نیست، تازه خیلی مطرح شده، تازه دغدغه پژوهشگراست و نشون میده که خیلی جای کار داره و خیلی جای پژوهش داره. برای من عجیبه، بعضی وقتا مثلا بعضی دوستان میگن که ما نمیدونیم درباره چی پژوهش کنیم، ما نمیدونیم درباره چی مقاله بنویسیم. خب اولا که باید حتما یه دغدغه‌ای داشته باشید، یه سوالی داشته باشید که حالا بخواید به واسطه اون دنبال، یا یه مسئله وجود داشته باشه که بخواید درباره‌اش پژوهش انجام بدید که حالا به نتایجی دست پیدا بکنید. ولی اگر هم که این هم نبود، این گپ ها به ما نشون میده، این جای خالی هایی که مشاهده کردید، این شکاف های پژوهشی که مشاهده کردید، در واقع به شما نشون میده که اگر که علاقه من به پژوهش بودید، تو این حوزه خیلی جای کار داره. هر کدوم از این فناوری ها رو شما میتونید بیاید رو هر یک از ابعاد درگیری و مشارکت تحصیلی مطالعه بکنید، مورد پژوهش قرار بدید، تأثیراش رو در واقع بسنجید با ابزارهای مختلفی که خدمتتون معرفی کردم، از انواع و اقسام پرسشنامه گرفته تا مصاحبه و فرم مشاهده یا ابزارهایی که حالا در واقع پلتفرم ها شما میتونید مشاهده بفرمایید که برای تریس کردن و ردیابی فعالیت‌های یادگیرندگان وجود داره و میشه از اون طریق فهمید که یک یادگیرنده چقدر در واقع درگیری یا مشارکت داشته در این فرایند.
من عرض دیگه ندارم. ممنونم که توجه کردید تا این لحظه. اگر که فرمایشی دارید بفرمایید. من همزمان یه لحظه در واقع یه شیر اسکرین هم انجام بدم، چون میخواستم سایتمون رو هم خدمتتون نشون بدم. خب خانم عابدی عزیز، اسکرین من رو دارید؟ بله خانم دکتر. خب همطور که ملاحظه میکنید، وقتی که وارد سایت طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی میشین، از منوی بالا بخش محتوا رو میتونید انتخاب کنید و وقتی محتوا رو انتخاب کردید، همونطور که ملاحظه میکنید بالای این صفحه مدل شایستگی دیجیتال هستش که در طول این مدت در واقع راهنمای ما بود برای انواع و اقسام فعالیت هایی که در طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی داشتیم. و باز همونطور که ملاحظه میکنید یک قسمت از این 6 قسمت منابع دیجیتال هستن که یکی از اون 3 بعد اصلی تیپک که محتوا هست رو، تعداد زیادی وبینار مربوط به محتوا رو میتونید در این قسمت شما در واقع پیدا کنید. یه بعد دیگه این مدل هم یادگیری یادگیری هستش که اون هم در واقع همون بعد پداگوژی تیپک هست که اینجا میتونید مراجعه بکنید به تفکیک هر کدوم از این ابعاد وبینارهای ما رو بتونید بهشون دسترسی پیدا کنید. الان در ذیل منابع دیجیتال مشاهده میکنید که 3 تا کاتگوری مختلف داره. بعد علاوه بر این که وبینارهامون رو اینجا فیلماشو براتون گذاشتیم، ابزارهای مختلفی هم گذاشتیم. یعنی مثلا در واقع یه سری ابزار براتون گذاشتیم که کمک میکنه به انتخاب منابع دیجیتال. یک سری ابزار گذاشتیم کمک میکنه به اصلاح منابع دیجیتال. ابزارهای مختلف مربوط با هر شایستگی هم گذاشتیم. یک کاتگوری دیگه همون هم اینجا یاددهی یادگیری هست که مجدداً شما ذیل این میتونید وبینارها و ابزارهای مختلفی رو در واقع بهش دست داشته باشید. اینم خواستم خدمتتون عرض بکنم که در واقع از سایت ما هم میتونید اطلاعات خوبی به دست بیارید. بازم خوشحال هستم که امشب در خدمتتون بودم. خوشحال هستم که این افتخار و این سعادت رو داشتم که در این 9-10 ماه در خدمتتون باشم. متشکرم. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون. خیلی ممنون خانم دکتر، واقعا استفاده کردیم. دوستان اگر ممکنه لطفا در نظرسنجی هم مشارکت بفرمایید، نظرات شما خیلی میتونه به ما کمک بکنه. خدا قوت، خدا نگهدارتون.